به نام اهورامزدا، آگاهی و دانایی بیکران هستیمند، خداوند جان و خرد، هستی بخش بزرگ دانا، سرور دانا، ابردانا. منیژه ملکی ریزی هستم و در این برنامه برانم که به روشنگری پیرامون بند سگ هات 29 گاتها بر پایه برگردان گاتهای شادروانان موبت فیروز آذرگوش است و دکتر آبتین ساسانفر بپردازم. خشنات را اهوره مزدا، احمایی اشانوید سر جان، ادوعش و گوعی پعیتی مرود، اوه اشام نوید ویدوی یا شوئیت و آدرنگ ارش وانگ هو هاتام هوا اوجیشت یحمایی زونگ جیما کرودشا. به خوشنودی اهورامزدا، راستی به اهورامزدا پاسخ داد: بیگمان چون این سرداری به جهان و مردمان بیداد نمی ورزد و مهربان و بی آزار است. از اینان که در پیش ما هستند کسی را نمی شناسم که بتواند نیکوکاران را در برابر تبهکاران نگاهبانی کند. او باید در میان مردمان نیرومندتر از همه باشد، تا هرگاه مرا فرا خواند به یاریش بشتابم. پیش از پرداختن به این بند گفتنی است که در بند پیشین اهورامزدا با بیان ویژگی های یک رهبر، سوشیانت و نجات دهنده مردم جهان از اشا درباره گزینه مناسب برای این رهبری می‌پرسد. و در بند 3 هات 29 یعنی بند پیش رو اشا به این پرسش پاسخ می‌دهد که با گوش فرا دادن به این بند و این پرسش این آموزه‌ها دریافت می‌شود. 1. از رایزنی با اشا که سامان و هنجار کیهانی و سرچشمه راستی و دادگری است چنین برمی‌آید که از میان مردم جستجو کردن کسی که کردارش همسو و هماهنگ با عشا یعنی راستی و پاکی و عشق اهورایی باشد شدنی نیست. پس باید بیش از این جستجو کرد و با فروزه‌های نیک اهورایی رایزنی و هماهنگی داشت تا آن کس که گزینش می‌شود در دانایی و پارسایی نمونه باشد. او باید سروری نیرومند و پیماندار باشد تا بتواند نیکوکاران را در برابر تبهکاران حفظ کند، ستم دیدگان را پشتیبانی کند و در توانایی فرودستان بکوشد. 2. اما این رهبر باید قطعا نیرومندترین مردم باشد تا به درخواست او به یاریش بشتابیم. 3. گفتگو و رایزنی اهورامزدا با فروزه هایش نمونه ای از بررسی و تأمل نفسانی را نشان می دهد که هر فردی در زمین و باطن خود باید بیاندیشد تا بهترین راه را پس از سنجیدن با موازین خردمندی و نیک‌اندیشی برگزیند. 4. از این تأمل و رایزنی چنین برمی آید که برای رهایی جهانیان از آشوب و فساد و زدودن خشم و بیداد و برقراری سامان درست زندگی که جهان و جهانیان به آن نیازمندند، ابرمردی باید که بر فراز مردمان باشد تا ندا و فراخوانش پذیرفته شود. چون این ابرمردی مسلماً بیدادگر و ستم پیشه نیست، بلکه شخصی است بی‌آزار و مهربان و کسی است که نیرومندترین فرد از نظر خرد و آگاهی در میان مردم است. یارم چو قدح به دست می‌رد، بازار بتان شکست خیزد.
روشنگری پیرامون بند 37 باتها نیز در اینجا به پایان می رسد. پاینده و برقرار باشد.